دیاران به تو حیران می نمایم، جدایی آی جدایی آی جدایی. دیاران به تو حیران می نمایم، دیاران به تو حیران می نماید، چمن پیرو پریشان می نماید، درختستان سبز روشنایی با چشم من بیابان می نمایم، با چشم من بیابان می نمایم. جدایی ای جدایی ای جدایی، جدایی ای جدایی ای جدایی. بدون بال دل تنگم چرایی، که از هر سوی این شهر شکستم، تو می آیی تو می آیی تو می آیی، که از هر سوی این شهر شکستم، تو می آیی تو می آیی تو می آیی. جدایی آمد و منزل دوتا شد، جدایی آمد و منزل دوتا شد، راه دلبر ز راه من جدا شد. همین دانم که آتش مانده و من، نمی دانم که او آیا کجا شد، نمی دانم که او آیا کجا شد. جدایی ای جدایی ای جدایی، جدایی ای جدایی ای جدایی. بدون بال دل تنگم چرایی، که از هر سوی این شهر شکستم، تو می آیی تو می آیی تو می آیی. سلام، بازم لحظه با تو، ما و تو و مهمان نازنین و آلات موسیقی. خب، موضوع امروز ما هست، چی فکر میکنین؟ ناراحتی؟ ناراحتی خوب است؟
یا ای که آدم شاد باشه و همیشه لبخند بر چهره و لباش باشه. یک ذره به این موضوع فکر کردین؟ یک بزرگ میگه که وقت انسان ضرر میکنه ناراحت میشه. ضرر میتونه مادی باشه، معنوی باشه، جسمی باشه یا حتی روحی باشه. خب انسان در واقع خبر نداره وقتی با او ضرر ناراحت میشه، او ضرر دوچندان میکنه. خب نظر شما چی است؟ با این نظریه موافق هستید؟ من که موافق هستم. پس از این به بعد یاد میگیرم که اگر ضرر کردم ناراحت نشم، که حداقل از دوباره بر شدن ضرر جلوگیری کرده باشم. خب مهمان در چند قدمی ماست. اسم جاهد، تخلصم فانوس. ما به صفت استاد در پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل وظیفه اجرا میکنم. استاد جاهد احمد فانوس در شهر کابل به دنیا آمد. وی پس از فراغت از مکتب با توجه به علاقه‌ای که به رشته موسیقی داشت وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل می شود. آقای فانوس در سال 1385 در رشته وایلون از دانشکده فارغ می شود و به سمت استاد در همین دانشکده مقرر می گردد. او در حال حاضر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل در بخش موسیقی، موسیقی و سولفژ یا دیکته را تدریس می کند. هرچند تدریس وی مورد قبول شاگردانش قرار دارد، اما او دوست دارد در زمینه موسیقی بیشتر پیشرفت کند و در این راستا گام‌های مثبت در سطح بین المللی بردارد. استاد، از این که در برنامه لحظه‌ای با تو هستین چه حسی داریم؟ تشکر، من احساس خوشی میکنم و از رادیو تلویزیون سبا اظهار سپاس میکنم که به برنامه لحظه‌ای با تو مرا دعوت کردن و حتما معلوم میشه که لحظه‌ای با تو میخواین که هنرمند و یا هر میمانی را که دارن در همون لحظات داشته باشن و سخنهای از او برای بیننده ها و شنونده ها داشته باشن. و ما لحظات را که در این برنامه هستم امید از طرف توجه بیننده ها و شنونده ها قرار بگیرم. انشاءالله که میگیرم. استاد، شما که اهل موسیقی هستین و معمولا شاد هستین،
نظرتان در مورد ناراحتی چی است؟ تشکر. اول خواهید بگویم که با وجود که شاد هستیم بعض اوقات ناراحت هم هستیم بله. و ما ناراحتی را قسم تعریف میکنم که ناراحتی میتونه جسمی باشه و یا روحی باشه بله. و خود تعریف ناراحتی ایست که یعنی فشار و یا فعالیت بیشتر و یا کارهای زیاد را متحمل شدن ناراحتی است. من بهتون فکر میکنم گاهی خودتان ناراحت شدین؟ بعض اوقات ناراحتی بر ما پیدا میشه. چی رقم ناراحتی؟ البته بیشتر کارهایی را که ما میخوایم انجام بتم و ما به او رسیده نمیتونم و با تاسف که بر از او زمان کار لازم است. لازم است ولی ما در اونو حالات بسیار ناراحت میشه که چرا نمیتونم این کارها را در وقت کم انجام یا میتونه یکی از دلایل ناراحتی باشه. چهره های ناراحت شما دوست دارین بیشتر یا چهره های خندان و شاده؟ البته باید یادآور شوم که ما به صفت یک هنرمند بله. باید روانشناسی را زیاد مطالعه بکنم و ما به صفت بله. یک روانشناس ما اول باید کسی را که ناراحت هست او را دریافت بکنم که دلیل ناراحتی او شخص یا کس دیگه چی است و خودم اصلا طرفدار صلح هستم، طرفدار آرامش هستم، طرفدار شادی و خوشی و خنده هستم. خب چرا دلیلش؟ دلیلش که میتونیم ما در حالت شادی و خوشی کارها را خوبتر انجام بدیم، بتونیم بسیار فضای آرامش و فضای خوب را ایجاد بکنیم بله. و ناراحتی ها ما را بسیار زود دور میسازه. دور میسازه و بسیار زود ما را میتونه که ضعیف بسازه ولی ما هیچ شخصی نمیخواد که ضعیف باشه و یا ضعیف واقع شه. خب استاد وقتی که شما ناراحت میشین معمولا چیکار میکنین؟ هر وقتی که من ناراحت میشم کوشش میکنم که یک حالت اعتدال در وجود خود به وجود بیارم و یا ای که شاید به تفریح برم یا ای که همراه خود تنها باشم فکر بکنم تا پس حالت عادی رو به خود بگیرم. این راه حل برام است. خب استاد دوستان اشاره میکنن که بریم سمت موسیقی. البته نظر شما چیست؟ من آماده هستم و من پارچه را که میخوایم کار بکنم امید از طرف توجه دوستا قرار بگیرم. پس دوستا با هم میریم میبینیم که استاد چی بر ما مینوازه.
تشکر بسیار قطعه مقبول بود. امیدوار هستم ابیرخم که ما و شما لذت بردیم، عزیزای دلم لذت برده باشن. تشکر از شما. خب استاد بریم سراغ یک سوال دیگه. بفرمایید. شما دوست دارین که یک کس ناراحته خوشحال بکنین یا نه؟ البته ما همیشه خوش میشم کسی را راحت بسازم و خوش بسازم. بل. و ما اگر بتونم خوش بسازم از امو فهم و دانایی و یا مطالعه که دارم و یا از طریق موسیقی، هنر موسیقی بتونم کسی را خوش بسازم و شاد بسازم. خب چرا؟ به دلیلی که من همیشه صلح‌جو هستم، صلح‌خواه هستم و با خواستن صلح و آرامش ما میتونیم که یک فضای صمیمی را ایجاد بکنیم. بله. و با فضای صمیمی میتونیم کارهای خود بسیار خوب پیش ببریم. بسیار دستاوردهای خوب داشته باشیم. تا بال شده که یکی از شاگردایتان ناراحت باشه؟ در قسمتی که من امرایشان درس پیش میبرم خو ناراحت نشدن. اگر در قسمتی که درس بالایشان فشار وارد میکنه و یایی که به مشکل مواجه میشن شاید، ولی باز هم من کوشش میکنم که سعی میکنین که اگر از خاطر فشار درس ها، از خاطر فشار چیز دیگه اگر ناراحت باشن، سعی میکنین توسط هنر موسیقیتان، توسط چیزایی که براشان یاد میتین، اون ناراحتی رو از او دور بکنه؟ بله، در فضایی که ما همراهشان هستیم و اونها در اوقاتی که با ما هستن همیشه کوشش میکنیم که شاد، خوش و سرحال باشن همه ما و اونها. بسیار عالی. خب استاد، برای کسی که ناراحت است شما چی میکنین که شاد شوه؟ ما یگانه وسیله که لازم میبینم هی است که محیط تغییر میتم، محیط برای اون شخص تغییر میتم و امو محیط برای خود هم تغییر میتم، چرا که او ناراحت است من هم ناراحت میشم و ما باید محیط تغییر بدم که تا او هم از او و به احتمال بسیار زیادم که هنر موسیقی همراه محیط عوض میکنه زودتر میتم. بسیار عالی. تا بالا طور شده که کسی از شما ناراحت شده باشه؟ بعض اوقات کسایی که از من ناراحت میشن دلیلش هی است که یعنی امو کار را که از ما توقع دارن، یعنی پیشرفت هایی را که از ما توقع دارن، ما میخواییم که هم اوقدر فشار را بالای خود وارد نسازم که مواعث ناراحتی خودم شد، ولی بعض اوقات اونا ناراحت میشن. خب ولی دلیلش هم میفهمم بعدا. خب چی رقم دلیلش براشان میگین؟ دلیلش این را میگم که یعنی انسان یک ظرفیت داره، وقتی که از ظرفیتش زیادتر کار براش باشه او تعاملش نمیتونه داشته باشه و ما اونمون شخص هستم که در هر کار اعتدال میخوایم، نه بسیار کار زیاد و نه یکی بسیار تنبلی و کار نکردن، متوسط به می شکل. بسیار عالی. تا حالا شده که کسی را ناراحت بکنیم؟ البته کسایی که به یک راه روان میباشه و یایی که نمیفهمه و یا درک درست نداره، ما بله ناراحت میشم با اونا را میتونم که با گپایی که میگم اول با آرامی که با آرامی اگر نشد دیگه باز بعدا با جدیت و قاطعیت. بله. باز بعد از اینکه میبخشین، بعد از اینکه ناراحت شدن چی کاری میکنین که از دل اونا پس بکشین ناراحتی را؟ صبر و حوصله را در نظر گرفته و دوباره ما نتیجه امو کار میخوایم که اونا متوجه شدن، زمانی که متوجه شدن بعدا ما خوش میشم و متوجه میشم که اونا فهمیدن، درک کردن. بسیار عالی. در همین لحظه ای که شما در برنامه ما هستین و کسایی که ما را میبینن، کسی هست که شما ناراحتش کرده باشین یا کسی هست که از پیش شما ناراحت باشه؟ فضل خدا خو امیل ازن نی امیل ازن نی، ولی باز هم اگه کسی ناراحت بود مده همون گفته های قبلیم گفتم که من چطور بتانم که کسر راحت و خوش بسازم و اصلی اول موسیقی است که از طریق موسیقی اونا را من بتانم. پس اگر کسی از دست استاد ناراحت است، ناراحتی را دور بانه، چرا که استاد سرجو است و کلن دوستی و شادی و لبخند و آرامش دوست داره. بله. و اگر هم کسی از پیشش ناراحت است، پیش استاد بیایه که یک قطعه بسیار مقبول برش بنوازه و باز ببینم که کسی ناراحت است یا نه. لطف شما است، حتما. زنده باشه. خب استاد، ما میخواییم بفهمیم که او چیزی که ملکه ذهن شماست چی است؟ ملکه ذهن ما پیشرفت و یا مرتبه گرفتن به زندگی، به درجه عالی رسیدن. به او پیشرفت و به او چیزی که میخواستین تا این لحظه با چه قش رسیدین و چقدر زمان میبره که او را تا آخر بکنه؟ تا امی موقفی که رسیدیم راضی هستم. بله. و نظر به حالات، نظر به اوضاع، بعضی کمی های وجود داره که او را ما میخواییم که به بسیار وقت کم
تکمیل بسازم و یا یک وقت کم در برمیگره یا یک وقت زیاده او رو خودم پیش بینی کرده نمیتونم. خب چند قطعه موسیقی از استاد میشنویم. استاد سپاس از اینکه دعوت ما را اول به برنامه پذیرفتین و باز هم یک تشکری دیگه از اینکه در کنار ما بودین و لحظه های بسیار زیبا و ناب آفریدین. تشکر از شما، یک جان تشکر از زنده شما باشی. هم خدمت شما تشکر، لطف کردین، زنده باشی، یک جان تشکر. یک قطعه تکنوازی کوتاه چقدر میتونه به انسان آرامش بده؟ من واقعا خودم لذت بردم. استاد با این قطعه‌ای که نواخت واقعا آرامش داد به من. امیدوار هستم که شما هم لذت کافی را برده باشه. خب ناراحتی موضوعی که امروز در برنامه ما محور بود. یک بزرگ دیگه میگه که ناراحتی را مثل یک مهمان فکر بکنید. یک مهمانی که میایه و میره. ما از طریق وقتی که ناراحتی را در وجود خود ما مثل یک مهمان فکر بکنیم، خب برش میگیم که بر چی آمدی سراغ ما؟ چیکار با ما داری؟ دلیل آمدن چی است؟ وقتی او را مهمان فکر بکنیم، امروش گپ میزنیم مشکلات خود کدش حل میکنیم و به این ترتیب از ما دور میشه و ما خوشحال میشیم و لبخند میزنیم. وقت برنامه ما رو به اتمام است و خدا نگهدار.